یاتیبا اتلهای زیبا مدرن وسایل ترانسپورتی کرایی و سایر ها را مستفید گردید پس جهت ریزف و کسب بی معلومات بیشتر لطفا به مرکز این آژانس در شهر فرانکفورت آلمان به تلیفونهای ص ص ۴۹ ۶۹ ۲۵ 26 ۲۶ ۵۵ و یا صف صف so نو 25 نو بیست دو یا سایت انترنتی ما www.afghaninternational.de در تماس شوید آژانس آجانس مسافرتی افغان با سرویس عالی 24 ساعت خدمت شماست. است خوش سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند <تصفح> امروز شنبه 27 آوریل 2013 و هفتم اردیبهشت بهشت 1392 هفته گذشته من بیشتر برنامه رو صرف بررسی اوضاع ایران به ویژه در رابطه با انتخابات کردم که البته این هفته هم دنبالی اون بحث رو میگیریم منتها این هفته من چون بعد از اینکه اتفاقاتی که در بستون افتاد و دو بمب منفجر شد در مسابقه دو ماراتون یک سلسله اتفاقات افتاده که من زیاد بهش نرسیدم هفته پیش با اینکه در اون زمان در واقع بهبوهه جریان بود ولی این مسئله چون طبعاتش بسیار مهمه و میتونه مقدمه ای باشه برای آغاز یک سلسله تجاوزات دیگه به کشورهای دیگه از جمله عزیزان میدونن درست همزمان با این قضیه و ما میدونیم که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا مردم رو میخکوب کردن برای چند روز جلوی تلویزیون ها و چه تبلیغاتی اکثرا دروغ واقعا در مورد این دو نفر که هنوز متهمند ولی خب به عنوان اینکه صد درصد اینا مسئول این بمبندازی بودن و بسیاری از چیزها حالا کم کم و کم کم اینا داره رو میشه که این داستان اصولا چی بوده و جریانش چیه اصلا این دو جوان اهل چچن چچنیا بودن یا نه در حالی که الان مشخصه که پدر مادرشون در داغستان خودشون دوازده سال پیش از عرصه که از قرقیزستان اومده بودن و امریکایی بودن دو تا جوون بسیار با استعداد درس خون هر شود که لاقل یکیشون کاملا مشروب خور فرند دار و داستان ها و البته ما میدونیم که پدر مادرشون مصاحبه مفصلی داشتن ولی به هر حال عزیزانی که در امریکا هستن میدونن که دستگاه های ارتباط جمعی چه کردند و در واقع فضایی به وجود آوردن مثل بعد از 11 سپتامبر در اساس همزمان با اون حالا این چه ربطی به کشور ما و جاهای دیگه و خاورمیانه پیدا میکنه درست همزمان با اونها یکی از سران در واقع نظامی اسرائیل اعلام کرد که سوریه به اصلاح عرض شود که مواد به اصلاح شیمیایی یا سلاح کشتار جمعی به کار برده در فرزن شهر حلب و بعدش آقای چک هیگل و بعدش هم دولت امریکا گفتن که آره ما حدس میزنیم و ما میدونیم که این خط قرمز برای حمله به سوریه خواهد بود همه اینها رو باید ما در یک چارچوب بذاریم که اینا مقدمات از این فضا چطور برای این قضایی داشتن و دارن هنوز استفاده میکنن منتها حقایق کم کم و کم کم داره میاد بیرون که داستان چی بوده واقعا و چطور پلیس سیاسی یعنی اف چطور اینها رو میشناخته از سالها پیش دولت روسیه چطور بهشون هشدار داده بوده که اینا کم کم دارن به قول معروف توی گیوم رادیکال میشن و و غیره و غیره یعنی کاملا دستگاه های اطلاعاتی امریکا اطلاع داشتن از این قضیه و ولی گذاشتن این اتفاق باز بیفته و این فضا رو به وجود آوردن منظورم اینه که عزیزان هیچ کدوم از اینا بیرابطه نیست با اوضاع کشور ما حتی فرزن اگر اینا مقدماتی فراهم بکنن دوباره به اصلاح برای تجاوز به چند کشور دیگه خواهد بود از این جهت بررسی این قضیه بسیار مهمه بنابراین امروز من میخواستم به اصلاح یه مقدار منتها قبل از اون عزیزان میدونن چهار روز دیگه روز جهانی کارگره کارگران جهانه و البته من ممکنه هفته آینده هم راجع به این قضیه صحبت بکنم به جای اینکه آدم از این تبریکات رسمی و امثالهم و امثالهم چیز بکنه ما باید وضعیت طبقه کارگر در سطح جهانی رو و امروز من کوشش میکنم در امریکا رو بررسی بکنیم و البته در کشور خودمون عزیزانی که در ایران هستن بیشتر اونو بررسی خواهند کرد و میکنن و کردن تا الان ولی به هر حال اگر ما بخوایم چشمه واقعا و یا یک نمونه و نمادی از این قضیه باید بریم به بنگلادش و ببینیم که چه اتفاقاتی داره در اونجا عزیزان میدونن که چند روز پیش در ساختمانی که در حال فروریزی بوده و کارگرها تشخیص داده بودن یعنی یه ترک عظیم در ساختمان بوده و این زنان و دختران هزاران سه هزار دختر و زن جوان نمیخواستن برن توی ساختمان و صاحب کار به زور اینها رو فرستاده توی این ساختمون سه هزار نفر و گفتن که اگه نرید حقوق ماه گذشتتون رو بهتون نمیدیم و اینا رفتن توی این ساختمون نیم ساعت نگذشته که این ساختمون فرو ریخته تمام تا الان دو هزار نفر رو با تن مجروح نش... نجات دادن هزار نفر دیگه تا الان بیش از 320 نفر جسد بیرون آوردن ولی از هزار نفر باقی مانده صدها نفرشون بدون تردید کشته شدن آیا این اولین اتفاق عزیزان ببینن که بعد از اینکه چند ماه پیش آتش سوزی شد و چند صد نفر کشته و زخمی شدن از اون به بعد چندین اتفاق دیگه مشابهش افتاده در بنگلادش و اینا شرکت هستند که لباس های شیک اروپا و امریکا رو درست می کنن. از جمله والمارت از جمله اچ ان ام که قبلا من صحبتشو کردم اشتباه اشتباه گفتم که این یه شرکت آلمانیه یه شرکت سوئدیه هزاران به اصلاح شعبه داره در سراسر جهان از جمله در همین شهری که من هستم لباس های اینا رو این زنا با مزد 14 تا 20 سنت در ساعت یعنی بخور و نمیر این لباس ها رو درست میکنن و این ثروت ها به جیب کیا میره نتیجه کار و رنج و زحمت این زنان و دختران بنگلادشی که کار بردگی 12 تا 14 ساعت هفت روز در هفته چارده تا بیس سنت اینا جهانی رو میخوان که بنگلادش باشه هدف اینها اینه و کشورهایی که بخوان سطح زندگی مردم رو ببرن بالا به کارگرها برسن آب خوردن بهشون برسونن مغازه هایی با اجناس ارزون براشون بذارن آموزش بهشون بدن وضعیت پزشکیشون رو تأمین بکنن مثل ونزوئلا یا برزیل یا بولیوی و امثال هم و در راه اونا باید اونا ساقط بشن همینطور که در پراگوه فرناندو لوگو که یک کشیش ترقیخاخ بود انداختنش و الان یه آدم قاچاقچی جانی رو به جاش اووردن در پراگوه از همون حزبی که شهست سال روی پراگوه بوده و تمام به خاک و خون کشونده 77 هفت درصد از زمین های پاراگوه در دست یک درصد بالاست هفت 77 درصد سربتمند های وحشتناک 60 درصد از مردم اون وقت در فقر اینا اینجوری میخوان بنابراین باید ما وضعیت کارگران جهان رو ببینیم منتها آنچه که پدیده جدیدیه و از دهه 1970 آغاز شده عبارت از اینه که در کشورهای سرمایهداری اصلی که قبلا یه ریزنونه هایی بهشون میرسیده امتیازاتی داشتن چیزی بهشون میرسیده این پدیده جدیدیه موقعی که ما صحبت از بحران ساختاری میکنیم این پدیده جدید رو باید بررسی بکنیم برای اینکه سرنوشت بشریت بستگی به این قضیه پیدا میکنه که چه زمانی کارگران جهان اول یعنی کشورهای پیشرفته سرمایداری تکان بخورند و اوزا اون زمانی که اوزا میشه امید داشت که اوزا تغییر بکنه بدون تکان خوردن اینها به ویژه طبقه کارگر امریکا و اروپا اینا نمیذارن کشورهای دیگه نفس بکشن و در نتیجه ما باید این رو به دقت دنبال بکنیم که در جهان پیشرفته توی گیومه در واقع که من صحبتشو کردم که واقعا چنین مفهومی پیشرفته و عقب مانده ای وجود نه. اینا به وجود آوردن الان البته اینطوره بعد ببینیم در جهان اتلانتیک یعنی امریکا و اروپا و البته کشورهای دیگه مثل ژاپن و استرالیا و کانادا و امثال هم چی داره میگذره و طبقه کارگر اینا در چه وضعیتی اینه که من میخوام امروز یه <تصال> <تصال> مقدار راجع به این قضیه و بعد از اینکه اوضاع اقتصادی به طور کلی جهان رو یه بررسی کردیم بیایم روی امریکا و عواقب پی با... و پیامدهای در واقع این بمب یا بمب در بستان رو بررسی بکنیم و ببینیم چه پیامدهایی میتونه داشته باشه باید ما به طور بنیادی به این قضایا برسیم و اینا رو تحلیل بکنیم <تصال> بنابراین بحث خودم رو من امروز از کتابی که هفته گذشته معرفی کردم آغاز می کنم فرضا جان اگه بتونی اون کتاب رو نشون بده یادآوری <تصفح> بکنم که به اصطلاح این کتاب چی بود دموکراسی ات ورک نوشته ریچارد ولف زیر انوانش خوب روشن نیست ولی اکیور فور کپیتالیسم دموکراسی ات ورک یعنی دموکراسی در محل کار دموکراسی در من سوسیالیسم یعنی چه سوسیالیسم واقعی و قرن 21 یعنی چه یعنی دموکراسی ات ورک یعنی در واقع دموکراسی در محل کار این پیشنهادشه که اون وقت زیر عنوانش اکیور فور کپیتالیسم یعنی علاجی برای نظام سرمایه داری و مرسی فرزاد جان چند کلمه من راجع به خود ریچارد وولف و این کتاب عرض بکنم ریچارد ولف ایزان میدونن که استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه ماساچوست بوده ولی الان در نیو اسکول نیویورک درس میده و در چند رادیو و تلویزیون های مختلف مصاحبه داشته یکی از خصوصیات ریشارد ولف اینه که برخلاف بعضیا از جمله مزاروش مثلا که خیلی سخت میمیسه خیلی ساده هم صحبت میکنه هم ساده میمیسه از جمله این کتابش این کتاب از سه بخش تشکیل شده بخش اولش که من امروز قول دادم که بخشایش رو برای عزیزان بخونم ترجمه بکنم بخونم اقتصاد امریکا رو در چل سال گذشته یعنی از هزار و نه، از دهه 1970 آغاز میکنه به باز کردنش که چه اتفاقاتی افتاده در اقتصاد امریکا و میگیره اینو تا بحران 2007 2008 که بسیار جالبه البته من بارها و با بارها راجع به این قضیه صحبت کردم و اینم یه روایت دیگه است از این اتفاقاتی که در امریکا افتاده بخش دوم باز میکنه که الترناتیو که در 80 90 سال گذشته در برابر سرمایهداری خصوصی به وجود اومده در شوروی سابق در چین در ویتنام در کوبا شود که و غیره این آلترناتیو ها چی بودن و جالبه که میگه اینا اینا هم سرمایه داری بودن منتها سرمایه داری دولتی بودن و در نتیجه که حالا این خودش یه بحثه که من قبلا باز کردم من نظر مزاراش رو بیشتر میپذیرم که میگه این سرمایه داری عرصه که سرمایه پسا سرمایه داریه که در واقع نوعی استثماره منتها فرق میکنه این بهش میگه سرمایه داری دولتیه و در نتیجه اون وقت باز میکنه که چه مشکلاتی این داشته و چرا چاره جز فروپاشی نداشته برای اینکه در برابر سرمایه داری خصوصی نقاط ضعفش بسیار بسیار بالاتره ولی مسئله استثمار انسان از انسان ادامه پیدا کرد حالا چرا سرمایه داری نبوده برای اینکه در داری شما نمیتونید شغل تمام عمر به کارگرا بدید در حالی که در قانون اساسی شوروی این بود و سایر چیزها برای همینه که من با کاربرد اصطلاح سرمایهداری به اصطلاح به نظر من بیشتر من با نظر مزاراش موافق هستم بگذاریم بخش دومش اینه که به نظر من بسیار جالبه که اوضاع شوروی رو باز میکنه که چرا این نمیتونست دوام بیاره و این واقعا نوعی خودش سرمایداری بود منتها به جای اینکه سرمایدارای خصوصی باشن قدرت به اصلاح وسایل تولید و ارزش اضافی که از کارگرا بیرون کشیده میشد به دست یه بوروکراسی افتاد به دست یه حزب افتاد که هم دولت رو در دست داشت هم مدیریت کارخانجات رو و بسا وسایل تولید رو و هم در واقع صاحب وسایل صاحب که میگیم یعنی بعدا ما دیدیم که همونا بودن که به اسلام مافیایی درست کردن که تمام اینا رو بالا کشیدن همونا بودن همون حزبیا بودن بنابراین اون وقت الटरनेटیوی مطرح میکنه در بخش سوم کتابش که اصل قضیه عبارت از اینه که وسایل تولید به دست خود کارگرا باید بیفته و نه به دست یه بوروکراسی و یا به دست یه گروه الیت یا نخبه و یا حزب بیفته مسئله همونه داستان همونه باید مدیریت در دست خود دموکراسی ات ورک یعنی چه یعنی اون موقع دموکراسی واقعی در محل کار در مراکز تولیدی به وجود خواهد اومد اونو دیگه نمیشه به حساب کرد یعنی چه یعنی خود تولید کنندگان واقعی نعم زندگی باید به قدرت برسن و نه یه حزب و نه یه ادروشن فکر و نه یه عده به نخبه اونایی که بیان به اصطلاح سکان غذایا رو و بعدش هم به اصطلاح دست به سرکوب و امسالام که ما دیدیم داستانش بنابراین اون وقت یک به اصطلاح چیز میکنه مونتا آنچه که من امروز میخواستم بخشهایی رو چیز برمیگردیم به امریکا که در عرض چهل سال گذشته چه اتفاقاتی در جامعه امریکا افتاده که اینا منبعث از شرایطیه که اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی به وجود آورده اینو ما باید بررسی بکنیم اینا چیزاییه که ما باید بهش برسیم و اون موقع میفهمیم که اینا چرا چنگ و دندان به بشریت نشون میدن و هم طبیعت رو به طرف نابودی دارن میبرن هم بشریت رو دارن به طرف بربریت میبرن دلیل داره شود که ریچارد ولف نظرش اینه که به دو دلیل سطح مزد و مزایای کارگرای امریکایی از دهه 1970 به حال سکون در یا به طرف رکوع به نزول رفت اینا رو من بارها و با بارها باز کردم که قبل از دهه 1970 به مدت لاقل 120 سال و یا بیشتر واقعا بعد از روی کار آمدن لینکلن 1860 که بعدش انقلاب صنعتی امریکا اتفاق افتاد مزد و مزایای کارگر امریکایی تقریبا بلا انقطاع در حال بالا رفتن بوده حتی در اوج بحران 1929 -33. 1973 رو من ازش اسم بردم به عنوان یک سال تعیین کننده که همه اینا الان قبول دارم 1900 که از اون زمان به بعد تمام به اصلا نمودارها نشون میده از اون موقع مزد و مزایای کارگرا به حال سکون در اومد و یا رو به افول رفت یا کاهش پیدا کرد که به نظر من کاهش پیدا کرده الان تمام آخرین آمار و ارقامش رو خدمت عزیزان از زبان نیویورک تایمز و وال استریت جورنال برای عزیزان باز میکنم به نظر ریچارد بول علت این قضیه یکی ماشین شدن روباتیز شدن و کامپیوتریزه شدن به اصلاح چیز و ورود ماشین ها این بود که به اصلاح کارگرها رو به طور دست جمعی بیرون کردند و در حقیقت سرمایه دارا فرصت اینو پیدا کردن که چون یک ارتش بیکار به وجود آوردن ارتش ذخیره بیکار بنابراین موقعی که اینجوری باشه میتونن مزد مزایا رو نه تنها در حال سکون نگه دارن پایین ببرن و یکی دیگه عبارت از این بوده که هر شود که به طور کلی تولیدات رو به کشورهای دیگه منتقل کردن این دو تا علت اصلی رو ریچارد ولف اسم ولی من قبلا از زبان سویزی و مگداف دلایل دیگه رو برای عزیزان آوردم که به نظر من اونها بسیار بسیار دلایل مستحکم تریه به این معنا که دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی یک دوران استثنایی بوده که عرض کردم به دلیل ترمیم خرابی های جنگ انقلاب اتومبیل نظامی شدن اقتصاد و جمع شدن صدها میلیارد دلار های مردم در دوران جنگ که نمیتونستن چیزی خرید بکنن بعد از جنگ شروع کردن به خریدن و تمام اختراعات و اکتشافاتی هم که در زمان جنگ شده بود, بود, بود تمام اینا شروع کرد به اومدن تو بازار از اتاق برقی گرفته تا یخچال گرفته تا تلویزیون تا رادیو اتومبیل و غیره و اینا و خانه سازی های عظیم در امریکا مجموعه اینا یک دوران شکوفایی به وجود آورد که از 1945 آغاز میشه تا 75 در واقع به مدت سی سال یک شکوفایی که در تاریخ سرمایداری امریکا نظیر نداشته و در جهان نظیر نداشته ما میدونیم که در واقع همه این قایقها رفت بالا از جمله در ایران در زمان شاه در افریقا در خود شوروی دهی 1960 کلی به اصلاح پیشرفت داشتن از 1975 80 که نه فقط در امریکا در شوروی افول اقتصادی منتها اون از هم نمیتونست تحمل بکنه اینو اینا تونستن تحملش بکنن بنابراین به هر دلیل حالا مجموعه اینا مزد و مزایای کارگرا در امریکا میره پایین از اون این یه پیامدهایی داره پیامدهاش اجتماعیه که امروز من یه مقدار راجع به پیامدهای اجتماعیش و بعد چه بر سر همین پدیده سکون و یا افول مزد و مزایای کارگرای امریکایی چه بر سر جامعه امریکا برده این تغییر یعنی پایین افتادن مزد و مزایا یا سکون مزد و مزایا از دهه 1900 که برای اولین بار بعد از 120 150 سال در امریکا اتفاق افتاده ما موقعی که صحبت از بحران ساختاری می کنیم و صحبت از این می کنیم که این بحران کنونی از بحران 1929-33 امیقتر امیقتر که عرض می کنم یعنی پابرجاتره دلایلش متعدده قبلا من راجع به اینا صحبت کردم حتی این مثل بحران 1929 -33 نیست فوق آینده به اصلاح کشدارتری خواهد داشت این تغییر در شرایط زنان امریکا چه بر سر زنان امریکا و زندگی آنان بعد از 1970 خانواده و, خان و خانوارهای امریکایی را طوری دگرگون کرد که سرمایه داری امریکا را نیز تغییر داد به طور مختصر حرکت جمعی زنان بالغ اکثرا مزدوج و بچه دار به بازار کار به بازار کار عموما تمام وقت با حقوق و وز... کار با حقوق وضع خانواده و خانوارها رو در امریکا به کلی دگرگون کرد حالا باید ببینیم این بر میگرده تمام این قتل ها جنایت ها اعتیاد ها اینا ریشه هاش چیه در دهه شست که من اینجا بودم چنین چیزی نبوده به این وسعت همیشه در امریکا بوده برای اینکه به یه جامعه خشنی از ابتدای گزارش بوده و با کشت و کشتار تاریخ شروع کرده امریکا تفنگ جزء فرهنگش بوده اسلحه آتشین برای کشتن دیگران و تصرف زمین هاشون ولی دهه 60 که من اینجا بودم اینطور نبوده که یه کسی پاشه یه دانشجو یا یه آدم فارغ و تحصیل دانشگاه مسلسلشو ورداره و 20 بچه رو تو مدرسه قتل عام بکنه همچی چیزی ما نداشتیم و اگر هم بوده به ندرت عرشبت که همسران و مادران خانواده برای مدتهای طولانی زنان امریکا مسئولیتی بیش از, بیش از اندازه برای حفظ انسجام روانی احساسی خانواده هستهی نیوکلیر فامیلی داشتن یعنی به یه زن و یه مرد و یکی دوتا بچه اینو بهش میگن به خانواده خانواده هستهی که سنتی و انسجام فیزیکی خانوارها نه تنها خود خانواده خانوار یعنی فامیلا رو عرض شود که داشتن این زنان حتی پس از قبول مسئولیت شغل با حقوق هنوز سهم بزرگ مسئولیت کار جسمی و روحی خانواده رو بسیار بیشتر از شوهر بسیار بیشتر از شوهرها داشتن یعنی از سر کار که میبنن میباس غذا هم درست بکنن تمیزم هم بکنن به بچه هم برسن و غیره و غیره و شب هم و غیره و غیره زنانی که دو نوبت کار بیرون به علاوه کار خانه داشتن دیگر توان وقف همان اندازه وقت و انرژی و توجه برای حفظ جنبه احساسی روانی خانواده رو نداشتند طبیعتا اینطوره در نتیجه این تغییرات فشار عظیمی بر خانواده و خانوارها روی هم انباشته شد با افزایش فشار و تنش میزان طلاق ها بالا رفت زنان ناراحتی ها به فشار فشارهای محیط کار رو به منزل آوردن دو درآمد میبایست تقسیم میشد و دو نوع مخارج مربوط به کار بیرون میبایست تأمین میشد هر شود که به اطفال خانواده توجه و مواظبت کمتری میشد بچه ها رو نشوندن پای تلویزیون چه تلویزیونی اون وقت از سن دو سالگی نمیتونستن دیگه به بچه ها برسن گذاشتشنشون پای تلویزیون کارهای جسمی کارهای جسمی قبلی زن خانواده مانند خرید، پخت و پس، شستشو، تعمیر لباس، وسایل خانه و مبل به طور فضایینی تبدیل به خرید وسایل جایگزین شد. حالا ببینیم اینا چه عواقبی داره. غذای آماده از بیرون مکدونالد شما ببینید این رستوران های از دهه هفتاد هشتاد ببینید چه رشدی کرده چون زنها دیگه نمیتونستن پفت و پس بکنن تو خونه سرویس های شستشو که صدها و هزارانش هستن که میان خونه رو تمیز میکنن کاله های یک بار مصرف و دور ریختنی علاوه بران به دلیل ناکافی بودن وسایل نقلیه جمعی در امریکا وقتی زن خانواده با کار با حقوق میرفت خانواده نیاز به اتومبیل دیگری داشت از این رو شمار بی سابقه ای از افراد افراد جامعه تصمیم گرفتن در اثر این فشارها تن به ازدواج ندن پیامد این تغییرات در خانه و خانواده این بود که از اینجاش عزیزان دقت بکنن اونهایی که در بیرونن و آشنایی با جامعه امریکا ندارن و چرا اینطور این مردم اجازه به چنین دولتی میدن که اینطور کشتار در سراسر جهان بکنه پیامد این تغییرات در خانواده, خانواده این بود که مصرف انواع داروهای روانی چه مجاز و چه غیر مجاز به شدت افزایش یافت و به قول خودشون طبق عبارت معروفی ما تبدیل به ملت مصرف کننده پروزک شدیم پروزک برای افسردگیه. واقعا ملت مصرف کننده نه تنها پروزک اون موقع البته من یک میلیارد قرص امفتامین که تحریک کننده اعصاب اون موقع مصرف میشد میلیون ها نفر از اعضای خانواده و خانوارهای امریکایی از اینکه حمایت سنتی و خانوادگی از پشت به آنها برداشته شده بود سخت ناراحت و نگران شده بودند در چنین شرایطی حالا حالا عزیزان ببینن در چنین شرایطی کلیسا کنیسه و مسجد و حزب جمهوری خواه. جدا از هم و یا همراه با هم در یافتن که اگر خود را قهرمان برگشت ارزش های خانوادی فامیلی ولیو ارزش های خانوادگی جا بزنند خواهند توانست به طور مؤثری پیروان و فراوانی رو به خود جلب کنند. اینا چیزایی که دیگه من چون دهه شست اینجا بودم با چشم خودم دیدم و حرفای ریچارد وولف به نظر من واقعا همین طوره. دهه شهر شما اگه می رفتی کلیسا کسی نبود. یه مش پیروپاتال بودم. دهه هشتاد که من برگشتم به امریکا پکت پر کلیساها. دخترای جوون پسرای جوون تمام در حال خلصه به آسمان. در چنین شرایطی که ها ظاهر میشن احمدی نژاد ها میرن سر چای جمع یه نفر پیدا میشه میگه از اشعه کیهانی من میخوام شما رو فرادرمانی بکنم و فقط ایران نیست در خارج هم هست شرلطان ها و به ویژه های مذهبی در این شرایطی که پیدا میشن در شرایط بحرانی که مردم دچار ناآرامی و ناراحتی هم. همه که نمیتونن دواهای گرون قیمت تهیه بکنن میرن کلیسا میرن تو مسجد هر شود که جلب کنن از سوی دیگر حالا ببینید اقتصاد امریکا و سرمایه داران هم چی کار میکنن خود را با تمام این تغییرات که خود نتیجه تغییرات اقتصادی قبلی بودن که در درجه اول کاهش مزدم از باشه، باشه عرصبت که وفق دادن خودشون رو یعنی چه؟ صنعت غذای آماده و داروسازی رونق عظیمی پیدا کرد تمام این رستوران های زنجیره ای از جمله مکدونالد که سمبلشه دیگه و به دین ترتیب و به همین ترتیب صنعت تولید لباس زنانه همینایی که الان در بنگلادش درست میشه صنعت لباس زنانه و تمام این سالن های مد اینجوری نبوده شما ببینید چند تا نمایش مد میذارن در همین شهر نیویورک یا در لس آنجلس چرا که این صنعت این اخیرا رشد سریعا دریافت که خانم هایی که کار تمام وقت و بیرون از خانه لباس به اصطلاح به لباس و پوشش تازه ای نیاز دارن بنابراین یه صنعت عظیم شد از اون مهمتر صنعت پورنوگرافی از همه اینها رونق بیشتری گرفت چرا حالا صنعت پورنوگرافی من دهه 60 که اینجا بودم پورنوگرافی در این کشور نبوده اولین بار که من مجله پرنگرافی در دانمارک دیدم 1968 واقعا چنین چی؟ دهی هشتاد که برگشتم یه خیابون خیابون هشت نیویورک تمامش مغازه های چرا؟ با فروکش کردن صنایع تولیدی نسبت به بخش خدماتی طبیعتا مشاغل مردانه نسبت به مشاغل زنان رو به کاهش گذاشت همه اینا ریشه داره مزد و حقوق مردان رو به افت گذاشت و دیگر نمیتوانست جوابگوی رؤیای امریکایی American Dream برای خانواده باشه و ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار به بازار کار با حقوق الزامی شد خانما وارد بازار فشار روحی و ناراحتی تمام این تغییرات برای بسیاری از مردان که با فرهنگ ایدئال مردان نان،, نان, آور خانواده بودن الان دیگه نمیتونستن نان آور باشن بزرگ شده بودن حال احساس حقارت میکردن و گویی مردانگی و ارزش خودشون رو از دست داده بودن <تصفح> برای بسیاری از این مردان پورنوگرافی و چشم و تصورات آن نوعی احساس برتری و کنترل در خیال مردانگی به چیز خودشون رو اون ماچو اینو به لاتینیا میگن که به یک که بزن خانواده باشن اون در... که در زندگی واقعی از دست داده بودن به وجود می آورد من این بحث ریچارد ولف رو ادامه میدم در هفته های آینده ولی اینکه الان فرصتشو نداریم ولی الان میخوام وارد یه مقدار اقتصاد جهانی بشم که, که اون وقت بر به اوضاعی به آنچه که در بستون اتفاق افتاد و ببینیم عواقب بپ... اینا همه به هم مثل یه زنجیره وصله <تصفح> هر شود که ابتدا من از اقتصاد امریکا از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم اقتصاد اروپا عذر میخوام که ببینید اروپا چه جوری و این چه عواقبی برای امریکا میتونه داشته باشه بعدش میرسم به امریکا این مقاله نیویورک تایمز 26 آوریل یعنی دیروز که من بخش های وسیعش رو ترجمه کردم برای عزیزان جک یوینگ اینو نوشته میگه که هیچ شرکتی مثل شرکت دایملر بنز که مرسدس بنز قدرت اقتصادی آلمان رو نمایندگی نمیکنه. بنابراین وقتی این شرکت همین هفته اعلام کرد که <applause> او هم گرفتار رکود اقتصادی اروپا شده است این یک نشانه شوم برای نه تنها شرکت های سادر آلمان مانند مرسدس بنز که تکیگاه ثبات در قرار در بودند که بانج های متزلزل دولت‌های از کار افتاده دیسفانکشن فقط دولت ایران نیست که دیسفانکشن از کار افتاده است بسیاری از دولت‌های دیگه و لشکر بزرگی از بیکاران عرض شود که وس وس و رکود شدید در صنعت اتومبیل سازی چون بار سنگینی بر دوش آنها سنگینی میکنه بلکه این عواقبی برای کل اروپا و جهان خواهد داشت اما پیش بینی مایوس کننده شرکت مرسدس بنز برای سال 2013 آخرین نشانه آنه که آلمان و دیگر کشورهای نسبتا سالم مانند اتریش و فنلاند نیست در معرض خطر و افتادن در گرداب رکودی هستند که کشورهای جنوب اروپا سالهاست گرفتار آنند اینا فکر میکردن که آلمان و هلند و امسال هم حالا من آماراشو برای عزیزان میخونم تمام اینها در حال رکودن الان کارل واینبرگ رئیس اقتصاددانان های فریکونسی اکنامیکس میگوید اتحادیه اروپا اقتصاد این قاره رو اقتصادی به هم پیوسته کرد این در حالی که اقتصاد رونق داشته باشه چیز خوبی است همینطور که بود سالهای 2000 اما وقتی اقتصاد رو به افول بره به عاملی تشدید کننده اینو بهش میگن مالتیپلایر یعنی اینو بهش میگیم ما به فارسی تزاروبی یعنی یه چیز که اتفاق بیفته مثل یه زنجیره تشدید میکنه به طور تزاروبی جلو میره به عامل تشدید کننده قدرتمندی میشه موجی که فروکش کند همه کشتی ها رو به گل می ضعف کلی اقتصاد منطقه به علاوه یک کاهش تقاضا در چین چون اقتصاد چین هم داره فروکش میکنه و دیگر بازارهای بزرگ اتومبیل ابزارهای ماشینی پیچیده ی آلمانی که همیشه آلمان معروف بوده رباتهای صنعتی وسایل سنگین ساختمان سازی و بالاخره بالاخره دارن اثرات منفی خودشون رو میذارن که صادرات آلمان که در حقیقت بعد از چین بزرگترین صادر کننده جهان مونتا تفاوتش اینه که صادراتش ماشین های پیچیده است ابزارهای ماشینیه که روح و جان صنعت واقعا ابزارهای ماشینی ماشین تولز کشوری واقعا میشه گفت صنعتیه که از طریق ساختن ابزارهای ماشینی بشناسی که چطور ابزار ماشینی میسازه آلمان اگر یک سماهی دیگر مانند سماهی اول 2013 که رفته توی چیز برای اینکه آمارهایی رو که من الان خواهم آورد در واقع مال 2012 در سماهی اول 2013 آلمان رکود رفته به حالت رکود اگر یه سماهی دیگر داشته باشه رسما در دوره وارد دوره رکود میشه آلمان این مسئله در مورد بلژیک فرانسه لوکزامبورگ اتریش و حتی سوئد هم صدق میکنند هلند قبلا شش،, شش،, ماه رکود داشته و به طور رسمی در حال رکوده عزیزان میدونن رکود زمانی میگن به اصلا ریسشن که دو تا سه دهه یعنی به اصلا دو تا کورتر یعنی یک چهارم سال در حال رکود باشن یعنی گروس نشنال پرادکتشون عرض شود که یعنی تولید ناخالص داخلیشون زیر, زیر صفر باشه یعنی به جای که رشد داشته باشه نزول و افت داشته باشه حالا برای عزیزان میخونم که مثلا کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و چیز در چه وضعی شواهد بیشتر در مورد گسترش رکود در اروپا روز پنجشنبه از سوی اسپانیا اعلام شد که میزان بیکاری به طور بیسابقه افزایش یافته به بیست و, هفت و دو دهم ده رسیده جوونا در اسپانیا بیش از 50 درصدشون بیکاره گزارش های تازه اقتصادی از لندن اینا رو ما باید بررسی بکنیم که این کارگران در روز جهانی کارگران جهان چیکار میخوان بکنند. و چه وظایفی به دوششونه نشان میده که انگلیس به سختی توانست خود را از رکود سوم که سه تا رکود تقریبا داشته از 2008 تا الان به سختی خود تونست از این سومی خودش رو نجات بده در امان نگه داره دیوید لیپتون معاون اول مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول میگوید واقعیت این است که اروپا هنوز به شدت ضربه پذیر است و این اگر در مورد توجه قرار نگیره به یک سناریوی سکون اقتصادی منجر میشه استگنیشن اگر آلمان دچار حالا عواقبش برای کشورهای دیگه میرسیم سر سر امریکا اگر آلمان دچار رکود شود بسیاری چیزها رو با خود به زیر میکشد آلمان و 26 کشور دیگه اتحادیه اروپا دومین قدرت اقتصادی جهان بعد از امریکا و به عنوان یک بلوک بزرگترین شریک اقتصادی ایالات متحده تأخیر در ترمیم اقتصادی اروپا که رکود اقتصادی آلمان باعث آن می شود مانعی جدی برای اقتصاد امریکا آسیا و امریکای لاتین خواهد بود با آنکه میزان بیکاری در آلمان پنج و دهم ده در مقایسه با کل اروپا که ده و نه دهم درصده اما سرمایه داران آلمان به آینده بدبینن <تصفح> چرا که میگویند اقتصاد آلمان رو آلمان رو نمیشود از اقتصاد بقیه اروپا جدا کرد کاملا همینطوره اما مشکل بقیه اروپا حالا ببینیم متقابلا چجوریه مشکل بقیه ای اروپا این است که برای ترمیم اقتصادیشون چشم آمود به شکوفای اقتصادی آلمان بستن آلمان میگه که من بدون اونا نمیتونم اونا میگن بدون آلمان نمیتونی نمیدونن که کل اوضاع به اصطلاح پاش در هواس حالا عزیزان دقت بکنن که در اسپانیا و ایتالیا چشم امیدشون به خریداران آلمانیه شرکت های اسپانیایی و ایتالیایی برای جبران افت تقاضا در کشورهای خودشان به میزان بالای تقاضا در آلمان وابسته ماریو مورتی پولگاتو بنیانگذار و مدیر شرکت کفشسازی جی آکس در نزدیکی ونیز میگوید در منطقه من شرکت هایی هستند که صد درصد برای خریداران آلمانی کار میکن جنس تولید میکنن این کفش های عجیب غریبیه که ضد آبن کفش های مخصوصیه آلمان ها خریدارشونن این شرکت که کفش های مخصوص ضد آب تولید میکند 35 درصد درآمدش از ایتالیا بوده قبلش اکنون 15 درصد کاهش یافته میتونن از ایدان تصور بکنند که اقتصاد ایتالیا در چه وضعیتیه حالا تازه یه نخست وزیر بالاخره دست پا کردن یه دست راسی از دوستان برلوسکونی خیال میکنن این مسئله شنو میتونه حل بکنه آلمان همچنین بازار شراب تولید شده توسط دیگر اعضای خانواده همین آقای پولگاتو خانواده شرکت های شرابسازی هم دارن که اونم خریداراش آلمانی هم. من سریع چند کشور رو اسم میبرم آمار 2012 هم. همه اینها در سه اول و از اول 2013 وضعیتشون بدتر شد فنلان دو دهم درصد افت هشت و یک دهم درصد بیکاری بلژیک دو دهم درصد افت هلند یک دهم درصد افت دانمارک 6 دهم درصد افت جمهوری چک یک و سه دهم یک و سه دهم درصد اسپانیا یک و چهار درصد پرتغال سه و دو دامه درصد ایتالیا دو و چهار دهم همه اینها در حال رکود کاملا یعنی افت اقتصادی داشتن یونان شش و چهار درصد افت داشته فرانسه رشدش صفر بوده و بیکاری دو و هشت دهمه. همه اینها میزان بیکاریشون اینا وضعیتیه که فعلا در من سریع باید بگذرم هر شود که حالا تمام اینها رو من میخواستم در یه چارچوب بذارم دلم میخواد البته یه مقدار از آمار اقتصادی امریکا رو هم برای عزیزان چیز بکنم ولی فرصت نیست چند مقاله وقت داره چیز میشه میگذره و چون به وضعیت ایرانم باید برسیم به دنبال این بمگذاری ها و شرایطی که به وجود اومد مقالات متعددی بیرون اومده اینو به عزیزان عرض بکنم که آخرین آمارها اگر من چیز بکنم که اقتصاد امریکا هم داره فروکش میکنه با این بودجه ریاضتی که اوباما هم روش سهه گذاشت حالا خواهیم دید که در 2013 نمیتونه اقتصاد امریکا کمر راست بکنه و اینا چنگ و دندان بیشتری نشون خواهند داد و تمام این اتفاقات این بمب‌گذاری‌ها ها و ترسوندن مردم و غیره و غیره ولی وجوه مختلفش رو من دو مقاله هست که باید برای عزیزان باز بکنم امیدوارم که در عرض یه رو من بتونم اینا رو این دو تا مقاله رو نم برای اینکه اینا که اینا مهمترینشه یکی مقاله که رابرت شیر در کامن دریم نوشته در 23 آوریل چند کلمه می میخوام راجع به رابرت شیر صحبت بکنم گزارشگر خبرنگار برجسته ای بود که تا چند سال پیش خبرنگار هر شود که لس آنجلس تایمز بود لس آنجلس تایمز متعلق به خانواده چندلر بود که یه روزی من برسم که تمام این خانواده هایی رو که صاحبان واقعی کالیفرنیا هستند مثل خانواده چندلر مثل خانواده گتی که اینا چطور کالیفرنیا رو که از دست مکزیک گرفتن چطور اینا چنگ انداختن و چطور رودخانه کلرادو رو اینا پشت صد انداختن و دیگه رودخانه کلرادو اصلا به مکزیک نمیره بندش و انداختن روی زمین های کالی بگذاریم اون خانواده چندلر صاحب لس آنجلس تایمز هم بود و رابرت شیر خبرنگار به مدت چند دهه حدود سی سال یه سحیونیست به نام سم زل اومد و این روزنامه رو خرید از خانواده چندلر به مدت به مبلغ چند میلیارد دلار تمام خبرنگارهای خوب رو بیرون انداخت از جمله رابرت شیر الان در واقع سایتی به اسم تروث دیگ تروث دیگ الان همین بالای هفتاد ساله مقاله نوشته نمیشته به همین بمب هایی که منفجر شده نیویورک تایمز گزارش داد بمب هایی به کار رفته در ماراتون بستان طوری ساخته شده بود که افراد رو ناقص و علیل بکنه نیویورک تایمز برای به اصطلاح ایجاد حس نفرت نه تنها نسبت به این دوتا جوان نسبت به مسلمونا برای اینکه بلا فاصله گفتن که اینا مسلمون های متعصبی بودن و شاید علیه روسیه و سایر کشورها برای ایجاد مرتب این رو نیویورک تایمز میمبشت و پرزیدنت اوباما اعلام کرد هر وقت مردم بیگناه هدف بمبگذاری قرار گیرند این عملی تروریستی خواهد بود بعد رابرت شیر میگه این گفته اوباما بلا فاصله ما را به یاد هواپیماهای بیسرنشینی می‌اندازد می اندازد که او برای کشتن افراد می فرستد و کشته شدن انسانهای بیگناه را زایعات جنبی collateral damage می خاند. همین آقای اوباما که دیروز عزیزان دیدنش به همراه جورج دبلیو بوش کتابخونه ای به نام جورج دبلیو بوش باز کردند و پنج تا به اصطلاح رؤسای جمهور بغل دست هم دیگه وایساده بودن اسمی از جنگ عراق اسمی از جنایاتی که کردن اسمی اصلا هیچی نبردن همین آقای اوباما هیچ اشاره به جنگ به جنگ عراق نکردن و تجلیل کردن از جورج دبلیو بوش در این حال فراموش نکنیم که امریکا صاحب زراتخانه عظیمی از بمب‌های اتمی است و کشتن صدها هزار ژاپنی به دست ما در هیروشیما و ناکازاکی نشان داد که طبق تعریف اوباما اینها اسلحه های تروریستی هستند از اون مهمتر کاربرد مین های زمینی لند ماین ما در جنگ ایران عراق ملت ما میشناسن این رو توسط دولت ما و امتناع این دولت از امضای قرارداد منع چنین بمب های خوشه است که اکثریت بزرگ کشورهای دیگر امضا کردند و, و این باز هم ما را به یاد بمبگذاری بستون می اندازد و صحبت های اوباما می اندازد سلاح های ضد مردم انتی هیومن ضد مردم بیگناه که نوع از نظر تکنولوژی پیشرفته ترش از بمب هایی هستند که در پیشرفته تر از ماراتون در بیسلا بستون به کار رفتن تا همین امروز روز مشغول کشتن و معلول کردن مردم جنوب شرقی آسیا هستند. در ویتنام، در لاوس، در کامبوج هنوز بمب های منفجر نشده ای امریکا مردم رو به قتل میرسونن و مجروح و علیل میکنن کنن. سال پس از پایان جنگ هندوچین کمیته بین المللی صلیب سرخ که کوشش دارد اون منطقه را از بمب ها پاک کند گزارش داده است که تا حال ده هزار نفر از مردم لاوس توسط این بمبها ها کشته و معلول شدند بعد رابرت شیر میگه که سال 1964 آغاز چنین بمباران هایی بود و من به عنوان روزنامه خودش در جنگ ویتنام و لاوسینا بوده رابرت شیر و من به عنوان روزنامه نگار از لاوس گزارش می دادم. کشور بسیار فقیری که حتی یک مداد برای اطفال دبستانی آن جایزه بزرگی محسوب می شد و این بمب ها رو, رو, برای من حیرت آور است که کشته و زخمی شدن این مردم توسط بمب هایی که ما بر سرشون ریختیم تا امروز هنوز ادامه داره این نجات پرست ها صحبتی از این قضیه میکنن ولی ببینید ما چه گریه و زاری میکنن به خاطر این جریان که باید این هم یه عمل جنایت بوده ولی رابرت شیر یه دفعه به یاد تمام این پنجاه سال روزنامه نگاری خودش افتاده که چه،, چه اتفاقاتی نیروهای ناتو در کاسوو و یوگسلاوی 1765 بمب خوشه ای انداختند که حاوی 2595 هزار بمب کوچکتر بودند بمب های خوشه ای بعد ببینید در افغانستان و عراق از سال 2001 تا پایان 2002 یعنی یک سال امریکا 1208 بمب خوشه ای که حاوی 248.056 بمب کوچکتر بودند بر سر مردم افغانستان ریخت نیروهای امریکا و انگلیس سیزده هزار بمب خوشهای، ای حاوی تقریبا دو میلیون بمب کوچکتر در سه هفته اول جنگ در عراق بر سر این کشور ریختند اسرائیل در سال 2006 نزدیک به یک میلیون بمب خوشه‌ای خوشه‌ای بر سر مردم لبنان ریخت. اما من چرا این آمارها را در اینجا می آورم؟ رابرت شیر میگه. علتش این است که انفجار, انفجار این دو بمب در بستان که این گونه مردم ما را ناراحت و رنج دیده کرده وسیله ای باشد برای یادآوری اینکه ما فقط در عرض سه هفته یک و هشت هم تا دو میلیون بمب خطرناکتر از این دو بمب این دو بمب بستان بر سر مردم عراق انداختیم اوباما حق داشت انفجار بمب علیه مردم بیگناه در بستان را به عنوان عملی تروریستی محکوم بکنه کاملا همینطوره اما چگونه است که وقتی از های بسیار قویتر و به مقدار هزاران و میلیونها برابر توسط دولت امریکا علیه کشورهای دیگر به کار میرود ما ناگهان تغییر می‌کند؟ حالا عزیزان دقت بکنن در ماه اوت 2010 کنوانسیون یک کنونشن بوده راجع به بمب های منع چنین سلاحی را قانونی کرد و 111 کشور آن را امضا کردند از جمله 18 کشور عضو ناتو دولت امریکا این قرارداد را امضا نکرد این رابرت شیره که صحبت میکنه روشنفکرای سرسپرده ما رو میگن ضد امریکایی رابرت شیر از این امریکایی تر میشه صحبت راجع به دولتیه که این کنونسیون که اینو امضا نمیکنه و هنوز به خودش اجازه میده که علیه کشورهای دیگه دست به چنین جنایاتی بزنه طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره همکنون بمب‌های خوشه‌ای بخشی از صلاحهایی رو تشکیل میده که برای هر پرواز هر شود که بمب افکن های امریکا در دسترس اوناست یعنی همین الانش و بخش جدایی ناپذیری از عملیات جنگی نیروهای زمینی و تفنگداران دریایی امریکاست و در برخی موارد 50 درصد از قدرت آتش و تاکتیکی اونها رو تشکیل میده این یک جنبه قضیه است ولی حالا جنبه دیگرش رو باید ببینیم که من بخشهایی چون نمیرسم همه مقاله رو بخونم از جان وایتهد که در انتیوار 23 آوریل اومده عزیزان من اینا رو منابعش رو عرض میکنم که خود عزیزان برن و دنبالش و خودشون ببینن این مقالات رو که حالا ببینیم چطور این کشور داره پلیسی میشه و بر سر مردم همین کشور فقط مر... کشورهای دیگر رو قتل عام میکنن کشتار میکنن الان در لاقل در کشورهای افغانستان سومالی یمن عرض که پاکستان در تمام این کشورها روز و شب مشغول کشتار مردمه. حالا بگذاریم در عراق عراق که چطور یک کشور نابود شده چیز که الان افتادن به جون هم دیگه مردم خود عراق البته زیر نظر سفارتخانه بزرگ امریکا در اونجا و ببینید چه برسره ولی در کشورهای دیگه ببینید چه کار میکنن و چه برسر سوریه دارن میارن و این جنایتکارای کارای تروریست رو نگاه بکنید که ابنیه تاریخ سوری، تاریخی سوریه رو مساجدی رو که هزاران سال لا اقل 1300 1400 سال از عمرشون با بم منفجر میکنن در حلب ببینید چی کار میکنن مساجد که جز آثار باستانی و سازمان ملل اینا رو به پشتیبانی یکی به پشتیبانی دولت امریکا و فرانسه و انگلیس و یارانشون یعنی شروع شیوخ عرب نابود دارن میکنن سوریه رو ولی چه بر سر مردم خود امریکا میاد این همینطور که ارز وایت که خودش متخصص این قضایی است. اکثر مردم امریکا که درگیر ماجرای تلویزیون شکار فردی شکارش میخواست شکار فردی که مشکوک به بمبگذاری در دو ماراتون بستان بودند نمیتوانند درک کنند که جهان اطراف آنها یک بار عوض شده و به طور ناهنجاری از محور خودش خارج شده و آن محور همان قانون اساسی امریکاست چیزی از قانون اساسی امریکا باقی مونده برای افرادی مثل من که موضوع پژوهش هایم ظهور حکومت های پلیسی است منظره شهری که تحت حکومت نظامی گذاشته شده عزیزان میدونن که نه تنها شهر بوستان شهر واترتاون و چند شهر دیگر رو کاملا حکومت نظامی کردن و لاکداون کردن لاکداون که خود پلیس این رو لاکداون لغتیه که ارزش فکر میکنم جورج اورول در مزرعه حیوانات و در سال 1984ش تو کتاباش جورج اورول به کار میبره هر شود که یعنی شهروندان آن حبس خانگی شدن لاکداون اصطلاحی که در مورد زندان ها به کار میبرن موقعی که بخواد شورش بشه یا اتفاقی در زندان میفته تمام زندانی ها رو باید توی سلولاشون حبس میکنن این بهش میگن لاکداون تمام این شهرها رو لاکداون کردن و بعد پلیس ها هجوم بردن خونه به خونه شروع کردن به گشتن شود که که همونجا پناه بگیرید پلیس بهشون گفت همونجا پناه بگیرید که و هلو... هلیکوپترهای نظامی مجهز به وسایل ردیابی از طریق امواج حرارتی یعنی thermal image بر فراز شهر تانک ها و خودروهای نظامی در خیابان های شهر و تکتیر اندازان و مستقر در پشت بام ها در حالی که صدها پلیس با لباس های سیاه عزیزان لباس به خیابان ها هجوم بردن و تیم های پلیس مخصوص حمله اینه بهش میگن سوات موقعی که شما با مگس کش میخواد یه مگس رو بکشید اینه بهش میگن سواتین این, این پلیس ها پلیس های سوات هستن مشغول جستجوی تک تک خانه ها برای دستگیری دو جوان مشکوک به بمبگذاری سن مرا سخت نگران می و یاد ما نبرود آنچه شاهدش هستیم دیگر فقط علائم خطر نیست علائم خطر پیش پیگیر به سوی یک دولت پلیسی نیست خودش واقعا آنچه بیش از این بر اعصاب انسان اثر میگذرد این بود که مردم به چه راحتی این حبس خانگی و حمله غیرعادی به زندگی خصوصی آنها و فروپاشی هر گونه حقوق قانونی و شهروندی که هدفش ایجاد صدی محکم در برابر سوء استفاده دولته این همش اینا میگن که به حساب دولت دیگه این طور دولت نباید دخالت بکنه به این راحتی پذیرفتن مردم من که ناظر این صحنه ها بودم نتوانستم به فکر گفته های فیلد مارشال گورینگ در دادگاه نورنبرگ بیفتم از دوستان هیتلر. فیلد مارشال گورینگ در دادگاه نورنبرگ چی میگه؟ میگه چه در یه دموکراسی و چه دیکتاتوری فاشیستی، چه پارلمانی و چه دیکتاتوری کمونیستی، کشاندن و همراه کردن مردم با خود کار آسانی است. فقط کافی است به آنها القا کنی که زیر حملن و بعدش هم طرفداران اونهایی که مخالف تمام این کارهای پلیسی ان طرفداران صلح را به خاطر نداشتن حس وطن پرستی و کشور را در معرض خطر قرار دادن محکوم بکنی و اینها در هر کشوری به کار رود عمل میکنه میگه من به یاد گفته های آقای گورنگ میافتم و یا گوبلز همونطور که وقایع بستون آشکار ساخت به راستی این کارها در هر کشوری عمل می کند همون تبلیغات و تاکتیک های حکومت پلیسی 80 سال پیش که برای ادولف هیتلر عمل کرد اکنون بعد از واقعی 11 سپتامبر با موفقیت کامل در امریکا عمل می کند این یعنی رو جان وایت که خودش متخصص این تاریخ نویسه همانطور که اندرو اوهیر در سایت سالون می نویسد ما در امریکای بعد از 11 سپتامبر با شیطان یعنی دیکچینی قرارداد بستیم که دیکچینی هم دیروز در مراسم افتتاح کتابخانه آقای جورج دبلیو بوش حضور داشتند خانم کاندلیس رایس حضور داشتند. همه اونهایی که باید روزی بشریت پای میز محاکمه بکشونه و واقعا یک دادگاه نورنبرگ دیگه تشکیل بده براشون تمام اینا بودن اونجا ما در امریکایی بعد از 11 سپتام با شیطان یعنی دیکچینی قرارداد بستیم ما پذیرفتیم اکثر حقوق و آزادی های برشمرده در قانون اساسی رو البته بجز اصلاحیه شماره دو که حمل سلاح آتشین باشه اون مقدسه اون نباید دست بخوره همه اینها رو در قبال سخنان بسیار سخت وطن پرستانه و قول امنیت و آزادی و اینکه پی کار خود برویم و هر کالایی را هم که دلمون بخواد آزادیم آزادی در خرید کالا کاملا هست و همه عجوم میارن به فروشگاه ها مصرف بکنیم معاوضه کردیم تمام آزادی همون رو معاوضه کردیم این طرف و اون طرف نگاه نکن و به من نگو که تومار اعتراضی را امضا کرده و برای فلان کس رأی داده واقعیت این است که هر عقیده خصوصی با عزت و احترامی که من و شما داشته ایم برای حفظ آن کار زیادی نکردیم و اکنون حقوق قانونی ما رو نه ثابت و خدش ناپذیر بلکه موقتی و جزئی به حساب میارن و اینکه این حقوق برای همه هم صادق نیست و هر لحظه میتواند توسط دولت از میان بره در خود امریکا اینجوری نبوده عزیزان دقت بکنن حالا من ابتدا از اقتصاد آغاز کردم و پیامدهای اجتماعیش رو حالا پیامدهای سیاسیش رو داریم میبینیم همه اینها به هم وصله و اینا ارتباط پیدا میکنن با سردمش کشور ما با سردمش مردم لیبی با سردمش مردم عراق افغانستان سوریه کل سیستم رو باید ببینیم و ریشه ها رو باید ببینیم عکس عمل عمومی مردم نسبت به شکار واقعا هانتینگ دستگیری به شیوه رفتار با دو برادر یعنی تیمور لنگ و جوهر سرنایف دستگیری جمعی و بازداشت صدها نفر از مردم کشورهای عربی و جنوب آسیا و مسلمانان بعد از واقعی سپتامبر عرصه که ببینیم چی بوده به همین ترتیب دستگیری و بازداشت در اردوگاه های مخصوص 18 هزار ژاپنی تبار در جنگ دوم جهانی در جنگ و دستگیری به بیرون کردن هزاران رادیکال رادیکال غیر شهروند در دوران جهاد ضد چپ مثلا رد بیتینگ بیتینگ اینو بهش میگفتن در دور دوره مکارتی در این حال هیچ اعتراضی علیه رفتار با جوان 19 ساله که الان زیر نظرشونه شهروند امریکا و محروم کردن او از حقوق اولیه و در نظر گرفتن او به عنوان دشمن محارب این جمهوری اسلامی انمی Combatant یعنی بهش میگن دشمن محارب یعنی باید کشته بشه و او را زیر بازجوی های سخت قرار دادن بدون ذکر حقوق قانونی میراندا قانونی هست قانون میراندا که باید حقوق فرد رو موقعی که دستگیر میکنن بلا فاصله بهش بگن که تو حق داری فرزن سکوت بکنی بسیاری از پولدارایی رو که میارن در دادگاه چطور اینا رو بهشون میگم و سکوت میکنن از به اصلا چیز پنجم خودشون ماده پنجم به که حق سکوت و کوتاه و حرف نزدن استفاده میکنن این حق رو به این جهساله ندادن درس این اتفاق برای ما چیست وقتی مردمی آزاد به دولت اجازه دهند به آزادی های آنها خدشه وارد بکنن یا تجاوز بکنن و یا این آزادی ها رو به بهانه حفظ امنیت از ما بگیرن این به تدریج تبدیل به سرازیری لغزنده ای میشه که منجر به استبداد خواهد شد و فرق نمی که دموکرات ها سر کار باشند یا جمهوری خواهان چرا که شیوه تفکر حاکم بر هر دوی آنها فلسفه یک دولت اقتدارگراست است ما میدونیم که بسا قوی مجریه را چه قدرتی بهش دادن در زمان جورج دبلیو بوش و الان در دوره کلینتون بیشتر شده از این رو آن بخش از به اصطلاح چپ که از باراک اوباما به عنوان خونسا کننده اقدامات جورج دبلیو بوش برای برگرداندن حقوق مدنی پرشمار از دست رفته اکنون به طور به طور فزاینده مجبورن آن بکنن که تهدید علیه آزادی های مدنی قابل توجه طرفداران آقای اوباما از جمله در بین روشنفکران خودمون که تهدید علیه آزادی های مدنی در دولت اوباما بدتر از دولت جورج بوش است از جهت داخلی حالا بگذاریم که اوباما جنبش سیاهان امریکا رو خرد و متلاشی کرد جنبش ضد جنگ رو خرد و متلاشی کرد جنبش لاتینوها رو خرد و متلاشی کرد تفرقه انداخت در بین تمام نیروهای ترقیخا خیانتهایی خیانت هایی که کرده قابل مقایسه با جورج بل بوش نیست من بیش از این فرصت ندارم و باید برگردیم وضعیت ایران و اینکه در کشورمون چی داره میگذره آقای خاتمی یک سلسله از هفته گذشته من دو تا گزارش خوندم در برابر اون گزارش هر شود که یکی از عزیزان گزارش دیگری برای من فرستاده به طور خیلی مختصر که من میخونم و بعد برمیگردم به صحبت هایی که آقای خاتمی داشته و عزیزان میتونن نظر خودشون رو من اینجا گزارش هایی که از ایران میاد میخونم و آنچه که برام اهمیت داره علاوه بر تمام اخباری که ما دنبال میکنیم گزارش ها بسیار مهمه به طور مثال عزیزی یکی دو روز پیش گزارش بسیار مختصری برای من فرستاده که من میخونم که در واقع مقایرت داره با گزارش هایی که قبلا من خوندم و این رو هم برای عزیزان میخونم این عزیز میمیسه در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری من قبل از اینکه وضعیت جهان و اقتصاد امریکا رو در هفته های آینده من دنبال میکنم یک بخش از همین کتاب ریچارد ولف رو برای عزیزان خواهم خون برای اینکه بسیار آموزنده است و اگه شد بقیه صحبت رو هم من دنبال میکنم که در شوروی چی گذشت و آلترناتیو ما چی می باشه به نظر من این خیلی آموزنده است کتاب کتاب ساده نسبتا و بسیار آموزنده ایه اینا کتاب که میتونه ترجمه بشه به فارسی Democracy at Work نوشته ریچارد وولف اینا کتاب که باید ترجمه بشه برای اینکه آخرین 2012 اومده بیرون تازه اومده بیرون تقریبا و به اصلا آخرین اطلاعات رو هم داره آمارها و اطلاعات رو ولی به هر حال گزارش از ایران این عزیز میگه در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری به نقطه ای رسیده ایم و در شرایطی قرار داریم که مردم کل مسئله رو به تمسخر میگیرن در این رابطه بخشی از نانخورهای حاکمیت هم پای صندوقهای رأیگیری نخواهند رفت توصیه های شما به رأی دادن حالا چطور من باید خودم رو به حساب بیان بکنم که این عزیزان فکر کردن که من توصیه کردم به رأی دادن توصیه های شما به رأی دادن و مطرح کردن آقای خاتمی در شرایط حاضر با ذهنیت مردم خانایی ندارد جوابی که من به این عزیز دادم اینه که میدانید که من هنوز نظر خود را در مورد رأی دادن یا ندادن نگفتم و تازه در چند جا من عرض کردم که ما باید در این بحث ها مشارکت بکنیم این ربطی به رأی دادن یا ندادن نداره مشارکت یه چیزه رأی دادن یه چیز دیگه بارها و بارها اینو من عرض کردم و انتقاداتی که من به آقای خاتمی داشتم و هنوزم دارم منتها باید ببینیم راه حل چیه اینایی که تحریم میکنن همیشه باید ازشون پرسید آلترناتیوتون چیه؟ آلترنتیبتون چیه؟ راه حلتون چیه؟ باید ازشون پرسید میدانید که من هنوز نظر خود را در مورد رأی دادن یا ندادن نگفتم و فقط گزارشاتی را که از ایران میرسد خوندم مشارکت در این بحث ها اما لازم است کاملا همینطور اونهایی که تحریم میکنند و از ابتدا تحریم کردن تمام انتخابات ها رو در ایران از اولش تحریم کردن خیالشون راحته کاری نداره تحریم کردن ساده ترین کاره بنابراین شما رو شما مردم رو و زحمت، کارگران و زحمتکشان رو محروم میکنید از شرکت در بحث در واقع به اصلاح یکی از دلایلی که فرزن خود مارکس در در 1848 49 می گفت که ما حتما باید در انتخابات شرکت بکنیم یا لنین در 1906 می گفت حتما باید در برابر بوگرنوف که اونم بولشویک بود می گفت باید در انتخابات شرکت بکنیم در اوج در اوج دیکتاتوری استالیپینی چرا برای اینکه می گفت کارگرا باید سیاسی بشن کارگرا باید در این بحث شرکت بکنن شرکت فعال باید بکنن مسئله اینجا مشارکت در این بحث ها با رأی دادن فرق میکنه از اول تحریم کردن چیزی جز بیعملی نیست همیشه باید از اینهایی که فرزن انتخابات 88 رو تحریم کردن باید پرسیده بشه خب آلترناتیوتون چیه؟ فرزن ما میدونیم که آلترناتیو مجاهدین و سلطنت طلبها چیه؟ کاملا آشکاره که چیه به دنبال هواپیما ها بمب ها تانک ها و شود که سربازان امریکایی و رابه های ایران بشن. ایران بشن و به قدرت برسن ولی بعضی هایی دیگه که اسم خودشون چپ میذارن و معلوم نیست آلترناتیوشون چیه و مرتب تحریم میکنن بعد ازشون پرسید آلترناتیوتون چیه باید منتظر آقایان وایسیم تا طبقه کارگر رو سازماندهی بکنن و انقلاب پرولیتری بکنن مملکت تا اون زمان نابود شده باید ازشون پرسید باید بنابراین در این بحث ها شرکت کرد و ما تک تک این افرادی رو که وارد میدان شدن از جمله آقای هاشمی و آقای خاتمی رو باید ارزیابی ازشون داشته باشیم مردم شعور سیاسی ندارن نمیدونن که داستان چیه و چرا فرزند این همه آدم در این هفته از جانبازان و ایثارگران گرفته تا جوانان اصلاح طلب گرفته که عزیزان باید بحثاشون رو با خاتمی بخونن واقعا بحثای خود خاتمی چیزی توش نیست حالا عرض میکنم بخشایش رو میخونم که خاتمی چی گفته و واقعا به به نظر من چه ضعفی از خودش نشون داده و معلوم نیستم که وارد بشه اصولا ولی اگر اینطور بشه اون وقت باید رفت پای صندوق رأی بنابراین ما هنوز حرفمون نزدیم خیلی حرفشون نزد هنوز اصلا آینده اصلا مشخص نیست معلوم نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد صحبت های خامنه ای رو تمام ارتجاع ضد بشری رو باید دنبال کرد روزنامه کیهان رو باید دنبال کرد از این طرف هم ما باید به مردم توجه داشته باشیم همه اینها رو باید ببینیم و بعدش اون من اضافه کردم صحبت های اخیر خاتمی نشان داد که مرد میدان نیست واقعاً حالا من بخشایی از صحبت های آقای خاتمی رو برای عزیزان میخونم که ایشون خودش اذعان کرده که واقعاً مرد روز جمعه است و نه روز شنبه همین صحبت ها تا زمان انتخابات خیلی اتفاقات میتونه بیفته برای اینکه فشار روی حکومت از هر جهت به طور عظیمی الان داره سنگینی میکنه از هر جهت ممکنه ارتجاع ارتجاع حاکم و مافیای قدرت عقب نشینی نکنه که البته این یه خطر عظیمی برای کشورمونه ولی فعلا از هر جهت از جمله از درون اصولگراها و من حالا صحبت های حتی زیبا کلام که یکی از مهرای خودشونه من های وسیع از صحبت‌های زیبا کلام رو برای عزیزان می‌خونم که به اصطلاح فشارها از هر جهت فقط خاتمی و ارشادات اصلاح طلبا و سبزها نیست از درون خود اصولگراها. و ببینید چه شکافی افتاده. اینا در های جنبش سبزه. آقای خاتمی در به آخرین ملاقاتش با یک سلسله از به اصطلاح آموزگاران بوده که فکر میکنم همین یا امروز یا دیروز بوده و صحبت های جالبی هم داشته اونجا ولی همش صحبت از اینه که من میترسم وارد بشوم از اتخاذ هر تصمیمی این چند تا نقل قول از صحبت هایی که با ایثارگران و جانبازان داشته از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود اجتناب خواهم کرد مثل اینکه هیچ و هزینه ای رو نباید چیز بکنیم با این رویه ها اگر پیغمبر خدا هم بیاید مشکلات حل نمی شود آیا اینا یاس نیست؟ کسی که واقعا اهل کار سیاسی باشه اینطور صحبت میکنه که اگر پیغمبرم بیاد نمیتونه کاری بکنه درسته اگر با این رویه ها مسلمه مگه ما رژیم رو نمیشناسیم مگه این رویه ها یه چیز تازه است اگر پیغمبرم بیاد نمیتونه کاری بکنه اون وقت عزیزان ببینن که این دانشجوهایی که رفتن و جوونهای اصلاح طلبی که رفتن چطور بهش میگن بیا ما پشتتیم و باید یه کاری بکنیم با باید واردی و ما ازت حمایت میکنیم اون موقع تو گفتی که علت سازشکاری تو کوتاه اومدن تو و سایر قضایات به دلیل این بوده که حمایت به اندازه کافی نداشت خب حالا که حمایت کافی داری بیا تو میدون نمیگذارند کاری بکنی معلومه که ارتجا میذاره کاری بکنی تو باید بیایی با پشتیبانی مردم این تلس رو باید بشکنیش بعضی میگویند بیایید همه چیز روشن میشود آنها جلو شما می و ما هم پشت, پشت شما می ایستیم دانشجو اینو بهش گفتن من هم هستم من ابدا نمیخوام این اتفاق بیفته یعنی چه یعنی در حقیقت نمیخواد که مردم پشتیبانیش بکنن و در برابر رژیم بیسته هیچ نمیخواد در برابر رژیم, رژیم بایسته. یعنی نگاه به بالا داره در واقع اصلاح طلبا خودشون رو اکثریت میدونن ایران رو یک کشور به مذهبی مسلمان میدونن طرفدار خودشون رو به اکثریت میدونن و اطمینان دارن هم که اینطوره و در نتیجه فقط چیزی که مونده چانه زدن در هست بنابراین اطمینان دارن که در هر شرایطی مردم پشتشونن حالا باید به اصلا چانه بزنن در بالا و آقا بشون، اجازه بده که وارد بشن مثل آقای عارف یکی از ایناست که اومده گفته که آقای عارف که خودشو لابد هم نه تنها اصلاح طلب سرزم میدونه. میگه که در انتخابات 88 تقلب نشده است تخلف شده است به خاطر اینکه بیاد به نامزد بشه ی همچین به اصطلاح چهره ای از خودشون نشون میدن من به فکر اصلاحات اصلاحات و به, به فکر جماعتی هستم که به هر حال به من لطف دارن اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از اینم بدتر می شود. کسی که میخواد وارد میدان مبارزه بشه اصلا اینجوری صحبت نمیکنه. موقعیت حساسیت و کار دشوار است و در این حال مردم میخوان از این وضع خارج شون و طبعا مطالباتی اگر تمام ارکان نظام از رهبری گرفته تا تشکیلات روحانی به غیر و نهاد مسئولی یا غیر مسئولی همه همراهی بکنن تازه سالها طول میکشید که به نقطه ای صفر برنامه چهارم برسید اینا همراهی خواهند کرد تو باید بیا این تلسم بشکنی اگر, حاکمان، اگر حاکمیت منصفانه برخورد کند میتوان برخورد کند میتوان کاری کرد <applause> اما اگر همه در برابر هم قرار گیرن همه مطالبات به سوی شما اصلاح طلبان خواهد آمد خودشو داره میگه میخواد که به پرسیژش لطمه نخوره اشتیاق و شوق هم از میان میرود و حکومت هم سختتر خواهد گرفت و به اصلاح طلبان به کشور لطمه جدی وارد خیال میکنه الان با این رفتار لطمه جدی وارد نمیکنه به عزیزان تا همین الانش عرض بکنم که اگر هاشمی و رفسنجانی نیا به هر دلیلی و اینا یه فرد دست دوم اصلاح طلب رو بیان و ازش پشتیبانی بکنم رأی که نیاورد هیچی کار اصلاح طلبات تمامه و این بزرگترین خدمت به ارتجاع حاکمه شکی داریم من می ترسم می ترسم از اینکه کدورت ها بیشتر شود و رویاروی ها افزون گردد و امیدها به بار دیگر به یأس مبدل شود و حتی دشمن هم از این وضع استفاده کنه یه فرد سیاسی قدرتمند این طور صحبت نمیکنه و باز هم مردم بیشتر تحت فشار قرار آیا می این انتخابات را تبدیل به فضایی کرد که دشمن که دشمنی ها بیشتر نشود اگر حاکمیت به هر دلیلی فردی مثل من نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که علارغم خواست شما بیاید اون روز آنان که امیدوار بودند چه حالی بی پیدا خواهند کرد علی متحری بسیار پیشرفته تر از خاتمی صحبت کرد که بیا حتی اگر ردت هم بکنن این برکاتی داره این میگه نه آبروی من میره آیا کینه و دلخوری ها بیشتر نمیشه و طرف مقابل هم که هزینه ای پرداخته آیا فضا رو تنگتر نخواهد کرد همش صحبت از اینه که بالایی ها چه کار میکنن توده های مردم هیچی حمایت از ایشون هیچی اصلا مسئله ای نیست این عرض که آره من دو تا گزارش خوندم و گزارش های قبلی هم که اومده جو ایران طوریه که برای پیدا کردن یک فضا برای شکستن نسبی این تلس فعلا خاتمی یا حتی هاشمی رفسنجانی رو میخوان که وارد میدان بشن ما از حالا تحریم بکنیم فقط همینطور که عرض کردم نتیجهش این میشه که آدم بره تو خونش و این از همه چیز راحت تره و فقط بسا شعارهای سوپر رادیکال بده راجع به لیبرالیسم صحبت بکنه سوپر لیبرالیسم صحبت بکنه امپریالیزم صحبت بکنه و غیره و غیره ولی راجع به اوضاع واقعی ایران که باهاش روبروه چرا راه حلی پف هوا حتی زیبا کلام من بخش از صحبت رو برای حزیزان حل مسائل در گروه رفع حصر آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات سالمه هماسه سیاسی که جناب گفته با آشتی ملی ممکن است و راه آشتی ملی حل مسائل باقی مانده از انتخابات 88 اینا به هیچ وجه میگن اتفاقی نیفتاده تقلبی نشده تمام یک بسا بوده ای بوده 88 هم یه هماسه بوده رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات خوب است این میگه انتخابات خوب نمیگه آزاد حصر را باید بخشی از شرایط کلی کشور بدانیم که بعد از رویدادهای انتخابات 88 به وجود آمد هیچ کدوم از اصلاح طلبان مخصوصا اون 91 نفر و 46 نفر اسمی از این قضیه نبردن یعنی زیبا کلام از اونا ترقی خواهتره ما زیبا کلام یکی از مهره های خودشونه پس از انتخابات چهار سال پیش بغز کینه هایی به وجود آمدی که هنوز ادامه داره این بغض ابتدا بینه اصلاح طلبان طولگرایان بود بود عزیزان دقت بکنن و آنکه بهتر از من میدونن ولی نکات بسیار مهمه اما به تدریج این بغض درون جبهه اصولگرایان هم پیش آمده آقای خاتمی فکر میکنه هنوز 76 شیشه یا حالا هر چی جامعه خواستهاش فوق العاده عمق پیدا کرده به آقای خاتمی باید افتخار بکنه که این همه دانشجو اومدن و ازش میخوان که وارد میدان بشه ببینید جنبش سبز چیکار کرده که این به تدریج این بغز درون جبهه اصولگرایان هم پیش آمده حتی در درون خود فرزن معتلفه اشکال اولادی با ترقی و خاموشی یکی در بین اونا هم اختلاف هست حالا بگذریم از اینکه که مصباح یزدی حاضر خون مهدی هر شود که مهدوی کنی ریخته بشه و یا محمد هر شود که یزدی و امثال هم یعنی این گرگ ها به جون هم افتادن اون موقع نیست الان مردم خواسته هاشون فوق العاده عمیق و رادیکال تر شده اینا که از تو میخوان که بیای اون وقت میگی من میترسم به نحوی که دو گروه سنتی و جریان دولت و اگر جبهه پایداری رو هم به حساب بیایی سه دسته در بین اصولگرایان به وجود آمده است در بین خودشون شکاف افتاده همینطور که عرض کردم فقط چیز همشون به جون هم افتادن بیت ولایت از این ور من هیئت معتلفه از اون ور عرش که این جبهه پایداری از اون ور احمدی نژاد از اون ور که اینا خودشون سر کار وردنش الان تبدیل به یه بلایی به جونشون شده اینا دستاوردهای مبارزات مردمه مبارزه مردم فقط تو خیابون که نیست فقط کشت و کشتار نیست فقط سنگر خیابانی نیست دستاوردهای جنبش سبز همه اینا اگر جنبش سبز و مخصوصا اگر این تقلب نمیشد کدوم یک از این اتفاقات میافتاد که چهره ولایت فقیه این طور آشکار بشه و اون وقت در صحبتی که با ای این جانبازان و ایثارگران که اولین چیزی که آقای خاتمی گفته که این قانون اساسی مبناست و ولایت فقیه و من پایبند به ولایت فقیه هم یه عقب نشینیه در حالی که عزیزان منشور جنبش سبز رو نگاه بکنن جنبش سبز رو آدم ببینه من امروز نرسیدم که تفاوت های به جنبش اصلاحات رو یا حرکت اصلاحی رو با جنبش سبز مقایسه بکنم تفاوت های کیفی دارن اینا با این که برخی اصولگرایان میگوین در صورت در صورت کاندیداتوری خاتمی او باید در رد صلاحیت صلاحیت بشود هم نشانه دیگری از سایه انتخابات 88 بر سر جامعه است چرا که دلایل مسائل چهار سال،, سال اخیر و مواضع خاتمی برمیگرده تحقق همسه سیاسی در گرو آسی ملیس که با رفع حصر آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات خوب و مناسب محقق وگرنه این که انتخاباتی برگزار بشه و بدون حل این مسائل کاندیدای اصولگرایی با هر کمکی که باشه با ده 15 میلیون بیاد چیزی را حل نخواهد کرد همینطور اینطور. هم و اون وقت اگر اصلاح یا آدم دست دومی دو بیارن و بیان تو انتخابات هم شرکت بکنن حتی حسن روحانی رو جالب بعضی هاشون دارن سر صداشو میکنن که آره حسن روحانی بد نیست تمام کارشون برای اینکه در خدمت رژیم قرار گرفتن در اون صورت از پشت به مردم خنجر زدن و مردم تمامه دیگه در بین جامعه کارشون تمامه در موقع انتخابات معلوم می شود که آنها هم می دانند که مسائل اصلی ما بی ثباتی عرض شود که نکته جالب در صحبت های یک دوجین که هیچ کدام از آنها همین ارتجاعیون حرفایی که در چهار سال گذشته روی آنها مانور می دادن در مواضع و شعارهای انتخاباتشون مطرح دیگه نمی کنن جرأت نمی کنن. دیگر حرفی از بیداری اسلامی ستیز با امریکا دستاوردهای علمی و عقب نشینی غرب بحث هسته‌ای و امثال این حرفا در میان حرفاشون دیده نمیشه نیده نمیشه چون خودشون هم میدانند که مسئله ای کشور و مردم اینها نیست خودشون از هم پاره پوره شدن واقعا همین اصولگراها ها حل این مسائل اساسی هم در گروه دوباره میگه آشتی ملیس که مستلزم حل مسائل چهار سال گذشته و رفع حصر آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات بنابراین این رو هم ما ادامه میدیم که از حالا نمیشه پیش بینی کرد ممکنه بالاخره آقای خاتمی یا آقای هاشمی هاشمی رفسنجانی وارد بشن ما نمیدونیم الان پیش بینیش نیست ولی اگر اینا نشن و یا رد صلاحیت بشه تحریم باید کامل باشه اون موقع این عزیز باید بدونن که من نگفتم رأی بدین به هیچ وجه باید ببینیم اوضاع چجوریه و اون موقع آدم میتونه تصمیم بگیره که آیا رأی بده یا نده ولی الان فعالانه در این بحثا باید ما مشارکت بکنیم وقت من تمام فرزاد جان خیلی ممنون هر سبت که عزیزان میدونن که نه شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم در سایت مردم تیوی دانشجو تیوی سایت خودم محیط داد گلشن کام و بعدش هم در هر شود که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم شب و روز عزیزان خوش های قلبی، کلسترول نامنظم، فشار خون بالا، خستگی های مزمن، تورم پاها